با گرمترین درودها به شما شنوندگان نازنین رادیو مانی هستم و شما صدای ما را از آلمان میشنوید. شما شنوندگان عزیز میدانید که ما ایرانی ها به رغم ادعاهای عجیب و غریبی که پیرامون تمدن کهن و فهم بالا و تجارب فراوان داریم، اما عملا و روی زمین و در جهان امروز و در زندگی امروزمون گرفتاری‌ها و پدیده‌های عجیب و غریب فرهنگی داریم. نمی‌توانیم همدیگر رو درک کنیم، نمی‌توانیم با راستی و درستی با زندگی، با همیهنانمون و با جهان روبرو شویم. هنوز اون حالت تغییر کردن در روبرو، بگونه دیگر بودن در پشت سر بگونه دیگر بودن رو داریم. همین مسائل باعث شده که حتی در بین کسانی که مدعی نفی جمهوری اسلامی هستند به خاطر پلیدی در همه جنبه‌هاش و تغییرکاریش و دروغگوییش و فسادش، دزدیش، فحشایش و هر چیز دیگرش هم نمیتوانند با دیگر کنار بیایند. این همه گروه‌های سیاسی در 40 سال گذشته داشته ایم و به وجود آمدند و اینها به راستی شاید نزدیک به 1000 نشست بسیار مفصل در بیرون از کشور داشتند، هر گروهی با خودش یا با گروه‌های همجوارش یا با گروه‌های دگراندیش، و هر بار اینها متن‌هایی نوشتند، بیانیه‌هایی نوشتند. بعضی وقتا هم شمار زیادی از مردم، از همین افراد اپوزیسیون که خیلی هاشون البته دلسوز هستند، امضا شد، انتشار پیدا کرد، علنی شد و بعد رفت به بایگانی و مشغول شد به خاک خوردن در بایگانی رویدادها و تاریخ ایران. براستی ما را چه می شود؟ چرا ما عملاً دست هامون بسته است با تارهای نامرئی؟ می اندیشیم که دستانی باز و آزاد داریم، اما عملاً با تارهای نامرئی و پنهان فرهنگی، سیاسی، دغلکاری و درویی بسته شده و این دستان دیگه حتی به درد خود صاحب دست هم نمی خورد. چرا چنین است؟ چرا از میان این همه مخالف با تمامیت رژیم جمهوری اسلامی، در میان این همه گروه های رنگارنگ اپوزیسیون، در میان این همه بیانیه و اساسنامه و مرامنامه و منشورهایی که نوشته شده، یکی نتوانست بیشترینه ما مردم رو در کنار یک دیگر بنشاند؟ در میزگردی که همکنون خواهید شنید، ما می‌کوشیم به گوشه‌هایی از این بیماری‌های فرهنگی یا حال بگوییم پدیده‌های نابهنجار فرهنگی بپردازیم. میمانانی که من دارم شاید برای شما تازگی داشته باشند و متفاوت باشند با میمانانی که من در میزگردهای دیگر دارم. این دو میمان گرامی من بیشتر به مسائل فرهنگی و به مسائل تاریخ ایران توجه داشتند، به مسئله نقد ادیان از جایگاه خرد البته و نه از روی خشم پرداختند و در و هر دو این دوستان هم سایت هایی دارند و هم نوشته هایی دارند که در دسترس همگان بوده است و همگان هم هست. آقایان آلفرد آبرامیان از سیدنی و آقای مردو آناهید از آلمان، که الان دیگه میدونم برخی از شما شنوندگان هر دوی این نام ها رو حتما میشناسید و با پیشینه کار و اندیشه و قلمشون آشنا هستید. آقای مردو آناهید سالها پیش مقاله نوشته بودند در ارتباط تنگاتنگ با همین موضوعی که من مطرح کردم و من ازشون خواهش میکنم که فرازهایی از این نوشتهشون رو
اینجا برای شما و برای ما که در این اتاق هستیم بخوانند و بعد آقای آلفرد آبرامیان و اگر من هم نظری داشته باشم درباره این نوشتار با هم دیگه سخن میگوییم، مشورت میکنیم، حرف میزنیم و بعد خود جناب آناهیت هم میتونه در این بحث مشارکت کند. آقای آناهیت، خیلی خوش آمدید. ما شنونده شما هستیم. بفرمایید. سپاسگزارم و درود میفرستم به شما و همه شنوندگان این رادیو در هر کجا که میخوان باشن. در چندین سال پیش که ایرانیان برون مرز برانگیخته شده بودند و تشنه آزادی بودند و خواستار آزادی بودند، گرد هم جمع شدند در برلین، یک سمیناری گذاشتند و سعی کردند بعد از چندین روز یک بیانیه بیرون بیارند. اشکال در این کار این بود که با هم هماهنگی نداشتند، ولی از نوشتارهای پیشی چیزهایی رو به هم پیوند دادن و یک منشوری رو نوشتن. در همون زمان هم من یک جستاری رو نوشتم که در سایت‌ها در اینترنت هست، در سر و آزاده هست و اگر که نامش رو در گوگل بزنن بازم هست، میتونن کل اون رو بخونن. فرنام این نوشتار هست: پدیده آزادی در کتاب قانون نمی گنجد. پدیده آزادی در کتاب قانون نمی گنجد. نیازی نیست که سامانی، قانونی یا سازمانی به مردمی آزادی بدهد، بلکه راستی در این است که کسی آزادی انسان را به بند نکشد. کسی که در اندیشش انسان را آزاد نمی داند می خواهد با شیدهی، عقیدهی یا حکومتی به مردمی آزادی بدهد. او شیده و عقیده خود را آزاد می پندارد. از این رو او مردمی را که در بند عقیده او کشیده شوند آزاد می شمارد. شناخت پدیده آزادی بدون گسستن اندیشه انسان از بند عقیده ها نامفهوم است. آزادی را می توان از دیدگاه آزاد شناسایی کرد. بررسی پدیده آزادی از دیدگاه یک عقیده گمراه و گمان پروری است. تصور انسان از آفرینش هستی زمین ساز اندیشه و معیار سنجش ارزش‌های پدیده هاست. انسانی که خود را مخلوق الهی می‌پندارد پیشاپیش روزنه دیدگاه خود را تنگ می‌کند. او مفهوم آزادی را با تسلیم برابر می‌پندارد. در اینجا اشاره کنم که برخی مردم هندوستان را دموکرات یا حکومت هندوستان را دموکراسی می‌پندارند. این درست نیست. مردم هندوستان ستم پذیرند که همه چیز رو میپذیرند، اینکه سر صدا بیرون نمیاد. در اینجا همینه که اشاره کردم، اینکه پدیده انسان از دیگر پدیده‌های هستی آفریده شده است فرهنگی است چند هزار ساله، بینشی است که باید آزادگان در وجود خودشان بگوارند، بیامیزند تا آزاد باشند که بتوانند آزاد اندیشه کنند. آزادی خواهان و روشن فکران ایرانی
آزادی را تنها از زبان دیگران شنیدند و بیشتر آنها هم همان گونه بازگو می کنند که در کتاب نوشته شده است. کسی که اندیشش اجازه پرواز نداشته، او یارای آن را ندارد که از فراز به پدیده‌ای بنگرد. اندیشه او در زندان عقیده ها یا تصور دیگران دست و پا می زند. برای روشن شدن گفتار، نمونه ای از آرمانهای گروهی آزادی خواه را بررسی می کنید. البته این بنگری تنها برای نشان دادن آشفتگی اندیشه ما ایرانیان است، نه خردگیری بر گروهی، چون سخن از شناخت مفهوم آزادی است. این بیانیه نشست برلین سپتامبر 2005 به عنوان گامی در این جهت، یعنی در جهت آزادی، میگه که ما منشور خود را برای آگاهی هممیهنان عزیز منتشر میکنیم و برای تحقق اهداف آن فعالانه تلاش خواهیم کرد. توجه بفرمایید. در ماده 5 این منشور میگه که ما خواستار جدایی دین از دولت هستیم. ما انسان را در انتخاب باور وجدانی خود، دینی یا غیر دینی، صاحب حق، مختار و آزاد می شناسیم. هم جدایی دین از دولت، هم دین و وجدان و غیر دینی رو همه رو مختار و آزاد می شناسیم، حقشه. باز در اینجا یک ارزیابی شده. آیا ما که انسان را صاحب حق و در انتخاب هر باوری آزاد می شناسیم، جدا از انسان هستیم؟ آیا انسانی که در انتخاب دین آزاد است، دین او آزاد نیست؟ آیا دینی، شریعتی وجود دارد که انسان را آزاد بداند؟ آیا دینداران در دولتی که جدا از دین است وارد نمی شوند؟ یا اینکه نخست دین و عقیده خود را که داشتن آن آزاده است زندانی می کنند؟ آیا ایمان به لا اله الا الله و جهاد کردن با دیگر اندیشان حق انسان است؟ یک اشاره. آزادی به جهانبینی و تصور مردم از پدیده آزادی بستگی دارد. آزادی به خواسته و ستایش یا نکوهش کرداری آفریده نمی شود. انسان آزاد است و آراسته به خرد. با قانونی یا عقیدهی می توان آزادی را از کسی که نیک و بد را می شناسد و می آفریند گرفت. نه آن پدیده‌ای که با او زاده شده است به خود او بخشید. در ماده 6 این منشور، منشور آزادی خواهان، اینطور اومده. میگه ما برابری حقوق کامل ایرانیان، صرف نظر از جنسیت، یعنی زن و مرد مثل همه، صرف نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، زبان، عقیده، مذهب و دیگر خصوصیات شخصی افراد بشر اعتقاد داریم و هر گونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر این گونه تفاوت‌ها را نفی می‌کنیم.
حالا ارزشیابی من میبینیم ما جدای دین از دولت را خواهان بودیم، اکنون به عقیده‌ای در دولت اعتقاد داریم. مگر دین به جز اعتقاد است؟ آیا اعتقاد ما با اعتقاد کسانی که بعضی را بر بعضی برتری دادن در تضاد نیست؟ آیا ما نفی می کنیم که در اسلام کافر نجس است و باید با او جهاد کرد؟ آیا مذهب که فغان و منارهایش گوش مردم را می خراشد، احکامش از هنگام زادن تا مرگ انسان را رها نمی کند، از خصوصیات شخصی افراد بشر است؟ ماده 7، این آخریشی، ماده 7 میگه که ما خواستار برابری حقوق کامل زنان با مردان. حالا زنان با مردان یکی بودن، ولی حالا ما حقوق کامل زنان با مردان در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم و بر رفع خشونت و آزار جنسی و جنسیتی تأکید می‌کنیم. سخنان بسیار زیبا. یک، حالا ارزشیابی خود من. ما خود که خواستار این نیکویی هستیم، خیلی بزرگواری میکنیم مرد هستیم یا زن، ولی معیار سنجش ما مردان است. آیا باید زنان هم آزاد باشند که مردی را صاحب شوند، یا اینکه بتوانند 4 تا مرد بخرند، یا بتوانند شوهر خود را بیرون بیاندازند، یا اینکه برابری این است که در اتوبوس مردها در یک سو و زنها در سوی دیگر جای داشته باشند؟ آیا به راستی زن یک پدیده زینتی است یا بار گرانی که بر گردن مردان آویخته شده است؟ ما که بسیار پیشرفته و آزادی خواه هستیم، خواهانیم که این همزیستان زنان همسان ما در عرصه اجتماع باشند. البته برای رفع خشونت و آزار هم تأکید میکنه. پس ای زنان، ما را شکر کنید که تا چه اندازه ما رحمان و رحیم هستیم. اشاره که در پایانش اومده، آیا آسانتر نیست که آزادی خواهان در این گونه 10 فرمان‌ها خواستار باشند تا سامان کشورآرایی بر خرد مردمان بنیانگذاری شود؟ آیا بهتر نیست هر عقیده‌ای که ریشه خرد مردمان را می‌خشکاند به نقد بکشند؟ آیا تا این اندازه دشوار است که بدانیم مفهوم لا اله الا الله با آزادی اندیشه یا به زبان سیاست با حقوق بشر در تضاد است؟ این رو هنوز حقوقدانان و آزادی خواهان و کسانی که برای ما فرمول آزادی می نویسند درک نکردند. در تمام جهان نمی دونه لا اله الا الله یعنی نیست الهی بجز الله. یک شمشیری هم زیرش هست، اگر که سواد هم ندارم، زیر روی پرچم عربستان سعودی و در تمام پرچم‌های اسلامی دیده میشه. ولی این مردمان اینقدر کوراندیشند و حقوق دانند که هنوز میگن دین یکی از حقوق بشره، دین آزاده که هر کس هر دینی داشته باشه. پس لا اله الا الله فرمان میده که هیچ کس در کنار الله وجود ندارد. هنوز این رو درک نکردم. من از شما سپاسگزاری میکنم که به این سخنان من گوش کردید و این زمان رو به من دادید. بسیار سپاسگزارم. من از سپاسگزارم از شما جناب مردو آناهیت. فرمودید که
کسانی که خود در بند و در اسارت دیکتاتوری هستند، یعنی دیکته می کنند و خودشون به نوعی دیکتاتور هستند، چگونه می توانند سرچشمه آزادی باشند؟ و درک آزادی برای هر انسان، هر گروه، هر طبقه با انسانها، گروهها و طبقات دیگر متفاوت است. و اشاره کردید به این که ما باید بر خرد متکی باشیم و هر آنچه را که خرد گفت آن را سرمنشأ و سرلوحه کار خود قرار دهیم. تازه اگر به اونجا هم برسیم که به این زودی ها نخواهیم رسید، هر یک از این افرادی که شما یا گروه هایی که بهشون اشاره می کنید خرد را مطابق میل خود و منافع خود تعبیر خواهند کرد و آنگاه شما یه نوعی را بی خرد و خود را خدای خرد خواهند نامید. در این باره با هم بیشتر سخن خواهیم گفت، اما بشنویم ببینیم آقای آلفرد آبرامیان در این باره چه می اندیشند. بفرمایید. سپاسگزارم جناب آقای مانی، درود می‌فرستم به شما و سپاس از همه فعالیت‌های ایران دوستانه شما. همینطور درود به دوست و فرزانه گرامی جناب آقای مرجو آلاهیت و با درودی گرم به شنوندگان ارجمند رادیو مانی. اجازه بدید آقای مانی پیش از این که من نگاهی بیاندازم به سخنان جناب آقای مزرعه‌ایت، در پیشگفتار شما یا مقدمه برنامه این برنامه مسائل بسیار سوال برانگیز رو مطرح کردید که خودش نشانه یک نوع نارسایی و شاید بهتر از گفته شود یک درد مزمن که از دیرباز تا کنون در جامعه ما به ویژه داشته و شوربختانه در این سالهای اخیر با شدت بیشتری و روز به روز کشور ما سیر قهقرایی رو پیش گرفته است که هیچ کس و هیچ گروهی و سازمانی نه مسئولیتی در قبال این همه فروپاشی ها رو به عهده گرفته و نه نمی‌توانسته بگیرد و نه طرحی و برنامه و راهی به سوی آزادی رو دارن. موضوعی که جناب آقای مرزبانویت اشاره کردن. برجهت با کمال تأسف این واقعیت رو تانجایی که البته من نگاه میکنم، شاید اشتباه باشه، انگار ما همگی یخ زده شدیم، همگی منتظریم تا ببینیم چراغ سبز از کدام سو روشن خواهد شد تا ما دلیری کنیم و به پا خیزیم. این درد در حقیقت دارد ملتی رو به نابودی کامل سوق میده، در حالی که ما خارج نشینان با امکانات بسیار بیشتر و آزادی های بیشتری حتی نتوانستیم 1000 تن، 500 تن، 100 تن از آقایان و خانم های سیاسی کار محترم که همگی از مخالفان سرسخت حکومت قاسم اسلامی هم هستند در کنار هم ببینیم تا به فکر درمانی برای این همه درد بیاورند. و ما امیدوارم در همین مقدمه که شما اشاره کردید و اون تغییری رو که من از صحبت شما داشتم در آینده به گفتگوهای گسترده تری گذاشته بشه، هم برای خودمون، هم برای شنوندگان محترم و هم به امید این که روشنفکران ما هم توجهی به این مسائل داشته باشن، نگاهی هم به این گونه مسائل داشته باشن. و ما آنچه را که من از گفتار پربار آقای مرزو آناهید دریافتم بحث آزادی بود در یک مفهوم خارج از قانونمندی های رایج کشورها و ملتها و فرهنگها، فرهنگ‌های متفاوت جهان که بحثشون رو کردم، بلکه
اون چرا که من دریافت کردم پدیده آزادی رو از دیدگاه ایشون اون رو در مفهوم و مفاهیم فلسفه نگاه کردم، دیدم، احساس کردم و باید اون رو در ژرفای چنین مفاهیمی جستجو کرد. منظورم پدیده آزادی است و فهمید و جوامع بشری در جوامع بشری اون رو گسترش داد. چنین مفهومی یکی از بزرگترین و مهمترین و اصیلترین سابجکتیز یا موضوعیست و مسئلهیست که باید از معلمین فرزانی همچون خود آقای مردو آناهیت و دوستان دیگر، فرزانگان دیگر با این دیدگاه های خاصی که دارن به وجود بیان. ما معلمین زیادی رو نیاز داریم، جامعه ما، جامعه بشری در کل. اونچه که در ما ارتباط دادن با موضوع دین که بهتر است گفته شود همه ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی در کل با تضاد شدیدی با مفهوم فلسفی همین سابجکت آزادی است. و من فکر میکنم مادامی که پی به ارزش واقعی آزادی و درک عمیق از ادیان، ادیان تمام مردم جهان و در طول همه زندگی خود در چنین جاییست که ما میتونیم به ارزش واقعی و طعم شیرین آزادی که بزرگترین و زیباترین پدیده انسانیست میتونیم آرام آرام برسیم. در خیر این صورت همین آزادی هایی که مردم به گونه از آن صحبت میکنن، اینها همون آزادی های قانونیست در چارچوب قانون که دائم در حال تحولن و اون مفهوم فلسفی رو تماما باش بیگانه. آزادی چیزی است که باید به مفهوم واقعیش درکش کنیم. مادامی که مردم در کل درک درستی از مفهوم آزادی نداشته باشند، آزادی رو در یک چیزهای ظاهری می‌بینند. چه خانم ها اگر موهاشون بمرم مثال از نوبره تمام کشوران از موهاشون اگر بتونن افشان کنن، نمیدونم کابره دانسینگی، چی مسئله از همین دست، چیزهایی که مردم احساس میکنن یا دست کم مقایسه میکنن با قانونمندی های جمهوری اسلامی و نمونه های دیگری از همین دست. خب در امریکا وقتی میرن، در کشورهای اروپا میرن، احساس میکنن آزادی دارن، در حالی که همینها هنوز اون مفهوم آزادی، اون مفهوم فلسفی آزادی رو بهش نرسیدن. آزادی خیلی فراتر از این است. امیدوارم اونچه رو که گفتم زیاد دور نباشه از اون چیزهایی که آقای مردم آناهیت احساس کردم. من خودم واقعا لذت بردم و بهره بردم از دیدگاهشون. سپاسگزارم. من از این درود و سپاس جناب آلفرد آبرامیان. عرض کنم من در خونه چند تا پرنده قفس نشین دارم. البته هیچ پرنده‌ای در بعد به پیدایش پرندگان بر این کره زمین قفس نشین نبودند، اما گروهی از آنها رو بشر دست آموز کرده یا در قفس نگه داشته و اینها در گذر زمان دی ان آشون سرشت و شیوه زندگیشون تغییر کرده و اگر از قفس بیرون بیفتند نمیتوانند در طبیعت با بلایایی که تهدیدشون میکنه، سرما، گرما، گرسنگی، تشنگی، هجوم جانوران و پرندگان دیگر رو در رو شوند و خود را نجات بدن. این چند پرندهی که من دارم در یک قفس نسبتاً بزرگی که 1 متر در 2 متر هست پرواز میکنند. دائما در حال پرواز کردن و خوندن و خوردن و تخمگذاری و بچه دار شدن و این چیزا هستند. از نظر ما خیلی داره بهشون خوش میگذره، بیشتر از خود ما که صاحبشون هستیم. من بخشی از خوشی های روزمره زندگیم رو از خوشی اونها میگیرم. گاهی این قفس رو
در درون اتاق پذیرایی درش رو باز میکنیم و اینها رو به زور کش میدیم تا از قفس بیان بیرون. اینها بیش از همون 2 متری که در قفس بهش عادت کردن نمیتونن پرواز کنن. پرواز میکنن، یک جایی باید پیدا کنن سریع بنشینن یا میفتن روی مبل و صندلی و استراحت باید بکنن تا بتونن 2 متر دیگه پرواز کنن. خب ملتی که در قفس فرهنگی، در قفس دین، در قفس اسارت و استبداد بزرگ شده، به طور عملی همون اندازه میتواند راه برود، پرواز کند یا به آزادی بیاندیشد یا به درک آزادی برسد که نوع زندگیش بهش اجازه داده. من انسان دوپا نمیتوانم پرواز کنم چون بال پرواز ندارم و یک پروانه نمیتواند راه برود چون پای رفتن ندارد. در یک جامعه حتی روشن فکران و پیشتازان فکری اون جامعه وقتی که در اسارت دین، سنت، عرف، عادات اجتماعی، قوانین شرعی، قوانین مدنی بزرگ شده اند، در مدرسه، در خانه، در کودکستان، در دبیرستان و دانشگاه، در جامعه و اداره، زیر سلطه دیکتاتوری فرهنگی هستند، وقتی که میخواهند به آزادی بیاندیشند، درست مانند اون پرندهی که مثال زدن، بیش از چند گام نمیتوانند بروند یا چشماندازشون به اندازه همون مناظریست که دیدند و باش بزرگ شدن. به گفته آلمانی ها تئوریش که ذهن، از نظر تئوریک ذهن انسان میتواند پرواز کند و آرزوی جامعی رو داشته باشد که به گمان خودش آزاد است و چنین است و چنان است و اصلا این خود اون بهشت خیالی است. اما همون انسانها رو اگر در یک کره دیگری که هیچ قانون، استبداد، حکومت و زندان و پلیس وجود نداره رها کنید، همین روشن فکرانی که این بیانیه ها رو می نویسند و بگویید خیلی خوب آغاز کنید و با هم یک جامعه دموکراتیک و آزاد درست کنید، اینا اصلا در جریان آغاز و کمی بعد از آغاز چنان به جان هم میفتند و به همدیگه اتهام میزنند که تو هنوز بوی کره زمین رو میدی، تو هنوز همون آدم دوپای روی زمینی، تو اصلا نمیفهمی، این به اون میگه، اون به این میگه و شروع میکنن به ویران کردن خانه های همدیگه، تغییر نقشه خانه سازی، جنگ، دعوا و خونریزی. عرض کنم که شما وقتی که ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی رو نگاه میکنید، همشون مدعی آزادی هستن، میگویند که الله، اهورامزدا، یهوه، عیسی مسیح و هر کس دیگری به دنبال آزاد کردن انسان از حیله های اهریمن و از دست شیطان است. شما اگر به گفته های همین سران جمهوری اسلامی نگاه کنید، به گفته های سران سیاسی در افغانستان و پاکستان و عربستان و عراق و سوریه و یمن و لبنان و هر کشور دیگری که نگاه کنید، همه مدعی آزادی هستند. خمینی از آزادی سخن میگفت، خلخالی از آزادی سخن میگفت، خامنه از آزادی سخن میگوید، تمامی شکنجگران زندان اوین در جمهوری اسلامی سخن از آزادی میگویند، آزادی انسان مسلمان از شر کمونیست و منافق و دگرندیش و بیدین و کافر. شما نگاه کنید این واژه آزادی ارزش حتی دمپایی هم نداره، چون معمولا انسان ها دیگه در روزگار ما هر کس دمپایی خودش رو میپوشه و با اکراه دمپایی نفر بغلی رو میپوشه. اما این واژه آزادی یا به صورت فریب یا حتی باور بر همه اینها حکومت میکنه، بنابراین اینها خودشون آزاد نیستن و بعد میخواهند با درکی که از
درک کجی که از آزادی دارند، جهان رو به اسارت آزادی خودشون، یعنی زیر سلطه خودشون بکشانند. حالا چرا جمهوری اسلامی تنها؟ در همین جهان غرب وقتی که سخن از آزادی سرمایه می شود، یعنی این که سرمایه دار و سرمایه داری هر کاری را که برای رشد خودش لازم بدونه انجام میده، آزاده. حتی اگر سرکوب کمونیست ها باشه، سرکوب کارگران باشه، سرکوب اعتصابات باشه، سرکوب کارکنان هواپیمای لوفتانزا باشه، یا ندادن حقوقشون. سرکوب فقط این نیست که مثل ایران با شلاق و تفنگ صورت بگیره یا مثل کشورهای اسلامی، شکلهای گوناگونی داره. آزادی سرمایه یعنی اسارت کسانی که در خدمت سرمایه به عنوان کارگر و کارمند و آدمای فنی دارن کار میکنن، به معنای اسارت همه دیگر اندیشانی است که با سرمایه‌داری در میافتن. ما میبینیم که وقتی سران 20 کشور سرمایه‌داری جمع میشوند در کشورهای اروپایی و مردمان کشورهای اروپایی تظاهرات میکنند، پلیس خشن اروپا اینها رو به شدت سرکوب میکنه. اگر من و شما هم مثل همکنین که من سخن میگم به آزادی سرمایه و سرمایه داری انتقاد کنید، پیوستا فردا براتون پاپوشی درست کنید. در نقطه مقابلش لنین، استالین، ماو، انور خوجه، فیدل کاسترو و همه کسان دیگری که از آزادی پرولتاریای جهان سخن می گفتند، سرمایه‌داران کشور خودشون رو به زندان انداختند، مخالفین نظری خودشون رو کشتند. استالین که در ابعاد چندین و چند میلیونی کشت، تا آخرین لحظه از اینها بهره کشی جسمی می کرد، در استپاد و در سیبری از رو کار میکشید و بعد از گرسنگی اینا میمردن، اگر نمیمردن اینها رو میکشتند. این است آزادی از دیدگاه آن جماعت. حتی پیامبران که من نمیدانم به چه دلیلی باید این همه پیروب داشته باشند، میخواستند که انسان به اسارت رفته از سوی افکار خود انسان رو نجات بدهند، آزادش کنند و در طبق اخلاص روی سینی تقدیم بکنند به الله. حضرت ابراهیم فرزندش رو به دستور خود الله بر نطع گذاشت که سر ببرد و خود الله پس از این که به گفته دینداران دید که ابراهیم بسیار آدم صادقی است و راستی راستی داره سر فرزندش رو میبره، یک گوسفند براش فرستاد که من متوجه شدم الله طویله هم داشته، گله چرانی هم میکرده و گوسفند داشته هم دم دستش، و میگه که این گوسفند رو به جای فرزندت سر ببر، و اگر اون نمیفرستاد این گله دار بزرگ برای یکی از این زیر مجموعه خودش یک گوسفندی میفرستاد، ای بسا آن رسم باقی میماند که هر مردی باید یکی از پسران ذکور خودش رو قربانی درگاه الله بکند. اینها مفاهیم کاملا ضد آزادی است در نزد کسانی که مدعی آزادی هستند. در جامعه متضاد و منتقد جمهوری اسلامی نیست درک از آزادی یک درک واحد یکسان و یا همسان و همروند با درکی که غربی ها از آزادی دارند نیست. غربی ها رو که من انتقاد کردم، دست کم در آزادی فردی یک مقدار دست و بالشون بازتره، اما روشن فکران مدعی آزادی ما، حالا نه همشون اما بسیارانشون، حتی اگر به آزادی برای جامعه
به گفته آقای آناهید اعتقاد یعنی ایمان داشته باشند برای خانواده خودش ندارند. یعنی دموکرات ترین سخنگو ترین کس از آزادی حاضر نیست همون حقوق جنسی رو که برای خودش قائله برای زنش قائل باشه، حاضر نیست برود و رسمن کتبن بنویسد که پس از مرگ من دختران من و پسران من باید یکسان از ارث من بهره بگیرند. آیا آقایان ملکی، آقای نوریزاد، آقای ایکس، خانم ایگرگ، خانم ها که نه آقا، در ایران کدام یکیشون چون این کاری رو کردن که بروند و بنویسند و منتشر کنند که مردم هم بدونن که گفته باشد پس از مرگ من پسر من حق دو برابر ارث را ندارد. ولی شما پای فیلم های اینترنتی اینا میشینی میبینی که چنان دم از آزادی میزنند و فریاد با آزادی سر میدهند که جگر آدم پاره پاره میشه. این است درک غلط و واژگونه انسانی که در اسارت زیسته اما دم از آزادی میزند که یکی از اون انسانها خود من هستم. برای اینکه فکر نکنن من اینجا نشستم میخوام به کسی درس بدم، نه، من در آغاز این برنامه گفتم همه ما پیچیده در قنداقی خرافه هستیم، در قنداقی اسارت هستیم و من با فرزندم همان گونه رفتار میکنم که پدرم با من رفتار کرد، منتها چون اندکی با پدرم متفاوتم رفتارم هم اندکی متفاوت است. اما این حد و مرزی داره. اگر فرزندان من بخواهند قیام کنند و در برابر من و بخواهند فقط خود باشند آن گونه که خود میخواهند، من میگویم شما دیگه فرزندان من نیستید، شما تخم ترکی یک جامعه دیگری هستید، من شما را عاق میکنم، من دیگه شما را به فرزندی قبول ندارم چرا که تابع من نیستید. و هر روز سخن در این باره بسیار است و امیدوارم بتوانیم بازم این مفاهیم رو بی شیلی پیله مطرح کنیم. اما برگردیم به جناب مردو آناهید و نظر گشودی‌تر و بازتر خود ایشون رو درباره موضوعی که مطرح کردند بشنویم. آقای مدو آناهی، میکروفون از آن شماست، بفرمایید. سپاسگزارم از گفتار هر دوی شما و بسیار بسیار خوشبختم که دست کم ما سه تن یک از یک دیدگاه از یک روزنه به آزادی نگاه میکنیم. جای خوشبختی است که میتونیم همدیگر رو درک کنیم، از مفهوم واژه ها میتونیم چیزی رو برداشت کنیم یا زمینه ای داشته باشیم که با یکدیگر گفتگو کنیم. جای خوشبختی است، دست کم همیشه چنین نیست، خیلی کم پیش میاد. ولی چیزی که در این گفتار من اشاره کردم زمینه ای است که انسان از اون روزنه میخواد به جهان بنگره. میگویند که جمشید یک جام داشته که جهان رو میتونسته در اون ببینه، جام جهان نما. بله. و باز میگویند یک فلسفه میگه بله در جام جهان نما جهان رو میتونسته ببینه، ولی جام خود جام رو نمیتونه ببینه. یعنی انسانی که با یک عینکی از یک عقیدهی به جهان می نگره، معیار سنجش او، زمینه سنجش او اون عقیده شه، عقیده بر خرد او فرمان روایی داره. یعنی کسی که مثلا مسیحیه از معیار مسیحیت اسلام رو بررسی می کنه و میگه مثلا محمد پیامبر نمیتونسته باشه، از دیدگاه خودش
بررسی میکنه. یعنی اگر جور دیگه بود میتونست باشه. پس آزاد نتونسته اسلام رو بررسی کنه. یا یک نفر کمونیسته، همونطوری که دیدیم کمونیست های خودمون اومدن اسلام رو بررسی کنن و کشیدن کنار، گفتن این دگرگونی جامعه است، چون هر جامعه تغییر میکنه در درون خودش و انقلاب میشه و جور دیگه میشه. این میخواسته ایران رو پیشرفت بده که این انقلاب شده. چیزهایی رو تحریف و تفسیر میکنن. انسان وقتی که زمانی که ببینید از دید بن دیدگاه انسان چجوریه، اگر بدون انسان از کجا آمده، انسان چگونه به وجود آمده، اون پایه اندیشه اونه. همه کسان وقتی که می اندیشن میگن ما مخلوق یک خالقی هستیم، من رو فلان خالق خلق کرده، این برده اون خالق میشه. پس خالق بر اون فرمان رواست، میتونه برای اون دستور بنویسه و انجام بده، چون کسی مالک اونه، آفریننده اونه، پس بر اون صاحبه. این هستش که همیشه نیاز داره که به اون دستور بدن. هیچگاه نمیتونه کار دیگه آزادی داشته باشه، آزاد نمیتونه بیاندیشه، به خاطری که مخلوق یک خالقه. این وقتی که خالق بر همه چیز صاحب هسته که اون دستور میده، نیاز نداره کسی اندیشه کنه، بررسی کنه که چرا باید چنین باشد و چرا نباید چنین باشد، چرا الهی که همه چیز میگه مهربانه چرا مردم رو میکشه، چرا زلزله میاره، چرا اینقدر میترسه کسانی که زن رو به این زیبایی آفریده، چرا میترسه مردها این زن رو ببینن، چرا مردها که از دیدن زنها شادمان میشن چرا این انگیزه رو به اونا داده. اینها رو کسی نمیتونه بپرسه، چون میگه من تو رو آفریدم، نادان هستی، کاری که میگم بکن، این مخلوقه. ولی انسانی که خالقی نداشته باشه، یعنی بدون انسان از پدیده‌های دیگه برون آمده، همونطوری که زمین از سیارات یا از کرات دیگه وقتی که دیدگاه انسان هستش میگه منظومه شمسی چگونه به وجود اومده، از یک دیگر به وجود اومده. اینطوری نیستش که همشون یک باره بودن، از یک دیگر به وجود آمده. یعنی انسان میگه از چندین خدای در پیش از اسلام و دینها که وجود باشه در فرهنگ ایران، انسان از خدایان، از وجود خدایان، از خود، از جنس خدایان برون آمده. یعنی انسان از زمین ما که آرمیتاس یا آب که آناهیده و رام یعنی که این هوا و مه گرمای خورشیده، اینها خدایانی هستن که با هم آمیزش کردن مثل زن و مرد در روی زمین و این تخم کاشته شده. این انسان زن و مرد از زمین روییدن. یعنی چی؟ یعنی در وجود این انسان گرما هست که این گرماش از خورشید، جنس ماده هست، آب هست، از آب، از آناهیتاست، یک تیکه از خورشید در وجود منه که این گرما، من 37 درجه دارم، یک تیکه از زمین در وجود منه. یعنی ما زمین و هوا و اینها رو پرستش نمی کنن، پرستاری می کنن که نمیخواد زمین آلوده بشه، چون میگه آلوده بشه فرزند من آلوده میشه، چون یک بخشی از این زمین، از این آرمیتا در بدن فرزند من جای میگیره. خیلی ساده است که نمیخواسته هوا آلوده بشه که یک چیز بوی بد بده، لاستیک ماشین بسوزونه. میگه که فرض این هوا میره در بدن من و منو بیمار میکنه. همش با ماده سر کار داره، با خیال و هوا و جادوگری و اراده ای کسی که زمین میترکه و نمیدونم این چیزا نیست. باید ماده ای باشه که بر ماده دیگری، از ماده دیگری پدید اومده باشه. هیچ ماده ای نمیتونه از خودی خود به وجود آمده باشه و هیچ ماده ای نمیتونه نابود بشه مگر اون که به چیز دیگه تبدیل میشه. وقتی که دیدگاه انسان پیش از این بوده، خب جور دیگه میاندیشیدن.
میان این دیدگاه رو سرکوب میکنن، میشه انسان میشه مخلوق یک خالقی، حالا اهورامزداست یا هر کس که جور دیگه. تازه اهورامزدا خودش از اورمز و زروان یا آرمیتا زایده میشه با همزادش اهریمن. حالا خیلی کسا هستن که میان اینو پنهان میکنن، میگن ما ایرانی ها هیچگاه ستاره پرست و خورشید پرست نبودیم، انگار که اون ننگه، در حالی که ما حال شدیم پرستش میکنیم، عبادت میکنیم کسی رو که اصلا ندیدیم و نمیشناسیم و همش از حرف به وجود اومده. این ما پسرفت ماست. این پیشرفت درسته، تکنیک و ابزار ساخت، ابزار زندگی خیلی پیشرفت کرده، ولی دیدگاه انسان نشان نیست که پیشرفت کرده باشه، پسرفت کرده. پیش از این انسان ماتریالیست میاندیشیده، یعنی از ماده نگاه میکرده، هیچ ماده نمیتونست به وجود بیاد. این هستش که ما وقتی که مخلوق خالقه شدیم پسرفت کردیم، و هر چه تکنیک داشته باشیم، هر چقدر به کرات پرواز کنیم، تا زمانی که ما مخلوق خالقی هستیم برده هستیم، نمیتونیم آزاد باشیم. این تصور انسان از آفرینش پایه اندیشه انسانه. البته باید عرض کنم که نیازی نیست که همه مردمان بشینن و بیاندیشن، در هر مردمی کسان اندکی میاندیشیدن، نمونهایی میاندیشیدن و تراوش میکرده از خرد آنها یک طوری دیدگاه، اون رو در مردم میگستراندن. این هستش که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یا بخواهیم یا هیچگاه گام بذاریم که مردم بدونن چگونه باید باشه. نه، ما نیاز داریم که کسانی بیاندیشن لا اله الا الله نمیتونه پایه آزادی باشه، نمیتونه حقوق بشر باشه، به خاطری که با اندیشه بشر در تضاده. حالا میگن که منشور بین المللی جهان فلان این را نوشته است. اون حقوق دانی که این را قبول کرده نادانه، صد تا پروفسوری داشته باشه نادانه، نوشته نیست الهی بجز الله. با هیچ کس نمیپذیره، هیچ کس در کنار الله نمیتونه وجود داشته باشه. اون ضد آزادیه. نمیشه بگیم ما همه اینا آزاد هستن. اون کسی که منشور حقوق بشر مینویسه یا نوشته یا به خورد ما میدن که این آزادیه و همه میترسن که اون رو نقد کنن یا خردش ندارن که نقد کنن، اون میگی که لا اله الا الله حق بشره. یعنی چی؟ یعنی ما بیاییم برده بسازیم، کودکان بیگناه رو وادار کنیم تا برده الله بشن و بعد هم برای ما کشته بشن یا جهاد کنن بکشن دیگران را برای ما تا ما بتونیم فرمان روایی کنیم. این پایه انسان ستیزی و خرد ستیزی است. ولی میگن که چی؟ حقوق بشر است. اون بشری که میخواد برده بشه، بشری که برده سازه، بشری که انسانها رو در بند میکشه تا بر دیگران بشورن و دیگران رو بکشن تا خودشون بتونن راحت زندگی کنن. من اگر زیادی و پرگویی کردم به خاطر این بود که از شادمانی شما خواستم یک دیدگاه خودم رو اندکی بگشایم. امیدوارم که در آینده بهتر بتونیم این پدیده ها رو یا واژگان رو بگشاییم و بتونیم خود ما دست کم خود ما در پیرامون برخی از واژه ها در هسته اون واژه ها بتونیم بیاندیشیم، چون گفتن یک واژه همه به کار میبرن. خیلی ساده است، مثلا در ایران اکنون نمیگن شریعت اسلام، میگن فرهنگ، ولی فرهنگ شریعت نیست. شریعت اسلام یک قواعد دیگری داره، فرهنگ از اندیشه خردمندان تراوش میکنه. چنین نیست که بگیم مثلا فرهنگ آدم سوزی، فرهنگ جهاد، این وجود نداره. فرهنگ اونا شریعت هستن. خب ولی درون مایه این واژگان
اندیشه پیشینیان رو نشون میده که ما میتونیم به این واژگان بپردازیم که بسیار به بنمایه های اندیشه اونها میتونیم برخورد کنیم و تا بتونیم اندیشه خودمون رو پاک کنیم و اون عینکی که در روی چشم ما هستش تا چیزهای رو تا پدیده ها رو ارزشیابی میکنیم بتونیم اون عینک صاف و بدون رنگ داشته باشیم تا بتونیم اون رو ببینیم که هست. سپاسگزارم. سپاس فراوان جناب مردو آناهیت. عرض کنم که شما میدونید که تمامی هستی انسان در زبانش هم منعکس است، ذخیره شده، مخصوصا هر آنچه که در ضمیر ناخودآگاه یا اون به بوست وجود داره در زبان نمود پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه و بررسی زبان هر مردمی میتواند قشنگ به ما نشان بدهد که این مردم چگونه میاندیشیدند و چگونه میاندیشند و گرفتاری هاشون جاهایی که دست و پاشون بسته است در واقع در کجاست. من یک سری نوشتار در همین ماه گذشته در روی کاغذ آوردم در باره زیر عنوان در پستوی زبان پارسی و براستی سرکشی کردم رفتم در پستوی زبان پارسی و بر اساس ضرب المثل ها، گفته ها و واژه هاشون رسیدم به جاهایی که ما در کجا بودیم، در کجا هستیم، چگونه می اندیشیدیم و چگونه می اندیشیم. و البته اینا به صورت گفتار رادیویی هم از اولین هفته در ژانویه سال 2017 در رادیو گذشته خواهد شد. هدفم از ذکر این موضوع این هست که ما ارثیه فرهنگی و فکری خودمون رو از راه زبان دریافت میکنیم. در پستوی زبان دریافت میکنیم. این زبان پستویی داره که در اونجا خمره هایی گذاشته شده، در برخیشون به راستی محتوای زهرآگینی وجود داره و گاه به گاه در لابلای این خمره ها و کوزه های پر در پستو می شود تک جواهری هم پیدا کرد. موضوع دین و دین اندیشی و دین باوری و خراف گرایی در فرهنگ ایرانی و به ویژه از دورانی که ایران اسلامی شده در این گفتارهایی که بهش اشاره کردم منعکسه و اونجاست که با یک فاجعه روبرو میشه، با براسی با یک فاجعه. من البته حدود 10-15 سال پیش هم یک مقاله بلندی داشتم به نام در واقع اندیشه های مردم باجگونه در زبان که حتما شما میدونم خوندید و بسیارانی اون رو خوندن. این در واقع ادامه همون گفتاره. اون چیزی که گفتن پیوند داره با آنچه که شما گفتید، یعنی پنهان شدن اندیشه های استبدادی، نابسامان و خرد ستیز در پوشه و رویه خرد، دور شدن از هستی واقعی، از ماتریه، از ماتریال، از ماده به سوی فراکیهان که وجود ندارد، فراهستی که وجود ندارد و در اونجا تخم خرافه و دین پرستی رو پرورش دادن. برگردیم به آقای آلفرد آبرامیان به عنوان سخنگوی پایانی این میزگرد و نظرشون رو درباره آنچه که شنیدند
و سوای اون اگر نظر دیگری دارند بشنویم و ببینیم در برنامه آینده کدوم پدیده فرهنگی در ایران مورد بحث و مشورت در این میزگرد فرهنگی قرار خواهد گرفت. آقای آلفرد آبرامیان بفرمایید. سپاسگزارم جناب مانی. صحبت‌های پس از این صحبت‌های خود شما و جناب مردانهید راستش چیز زیادی برای من نمیمونه که بخوام بگم، اما به چیزی که سالهاست من بهش اعتقاد پیدا کردم، جدایی انسانها به طور کلی به ویژه ما ایرانیان از فلسفه است. متاسفانه در میان بیشترین مردم جهان امروزه هر آن چیزی رو که بی‌معنی جلوه میکنه میگن بابا اینا فلسفه بافیست. همه ما این اصطلاح رو شنیدیم، خیلی ها به کار میبرن. هرگاه کسی قدری نگاهی دیگری به مسائل جهان، به پدیده های دیگر انسانی نگاه میکنه یا ما این حرفا فلسفه بافیه، ولش کن، واقعیت چیزی دیگه است. البته به یک معنا حرفشون درسته، واقعیت یک چیزی دیگه است، اما این واقعیت نمیدونند و ما نمیدانیم که چقدر از حقیقت به دور است. ما حقیقت رو فقط میدونیم چیز تلخی است و هرگز فکر کردیم که در این حقیقت میشه شیرینی هایی رو پیدا کرد که زندگی انسان ها رو میتونه شیرین بکنه. امروز حتی عشق یک واژه است بی‌مفهوم. همه از عشق صحبت میکنن، اما حتی مفهوم عشق از دید فلسفی کاملا گم شده. آنچه رو که میخوام بگم همین آزادی که مورد بحث بود امروز، در کنارش اخلاق، رفتار، کردار انسان‌ها، همش به نوعی آلوده شده با دین، یعنی دین شده رهبر فکری تمام این مسائلی که الان عنوان کردم، تمام این واژه‌ها، چون بحث واژه‌ها رو هم شما پیش کشیدید به درستی، این واژه‌ها تمام خلاصه شده در ادیان، در کلیساها، در مساجد، در دین‌ها. دینی که سر و ته ندارد، دینی که هر آنچه که میگوید اگر به دقت بهش نگاه شود، اگر به دقت خوانده شود، جز سابجکتی، موضوعی برای خنداندن بچه ها نخواهد بود. از اون آفرینشش بگیرید که در آغاز این ادیان وجود دارد تا امروز که مدعیان دانش فلسفی هم شدن این آقایان و آخونده‌ها و کشیش‌ها و دیگران. بنابراین مجموعه اینها انسان رو منحرف کرده از یک چیزی بسیار بسیار ارزشمند که جاش در میان تمام علوم انسانی و غیر انسانی امروز خالی است و اون فلسفی نگریستن به مساعده. ما کاملا بیگانه شدیم، چاره ای نداریم. اگر انسان، به نظر من انسان طالب خوشبختی است، طالب آزادی است، طالب رفتار و اخلاق و کردار خوبی برای انسان ها هست، این نیاز بیشترینش در میان ملت ما دیده میشه، چنین نیازی، هیچ چاره ای نداریم که نگاهمون رو بچرخونیم، جور دیگه بیاندیشیم. به قول اون شاعر نامدار که اسمش هم خاطرم نیست، زیر باران بریم، فکرهام رو زیر باران بشوییم. کدام باران؟ این باران کدام باران نیست اگر فلسفه به اون مفهوم واقعیش نیست. ما نمیتونیم پابند دین باشیم. مادامی که دین بر ما سروری بکنه، ما همچنان بردیم، ما همچنان گوسفندان این پیامبران خواهیم. امیدوارم دوستان نرنجن از این که گفتم گوسفند. این واژه گوسفند تقریبا در تمام ادیان ابراهیمی به عنوان پیروان ادیان و پیامبران است. اونها گوسفند نامیده میشن. در خود مسیحیت نقش خیلی بزرگی داره گوسفند بودن، از کلام خود عیسی مسیح. آقا تا کی میخوایم گوسفند بمونیم؟
فکر میکنیم ما خوشی‌های هم داریم، لذت‌هایی هم در زندگی داریم، اما به راستی این زندگی‌ها در قالب یک زندگی خوشبخت جایی ندارد. انسان میتونه از زندگی لذت‌های عمیقی ببره اگر این دین‌ها رو کنار بگذاره، آزاد باشه. هیچ انسانی آزاده نیست اگر پایبند دین است. من بیشتر از این سخنی ندارم. لذت بردم از شنیدن سخنان شما و امیدوارم که شنوندگان گرامی رادیو مانی هم خسته نشده باشند از این صحبت ها. امیدوارم که اونها ما رو تشویق بکنن برای ادامه چنین گفتگوهایی. هم خود ما رشد خواهیم کرد، هم امیدوار باشیم که به ویژه جوانان ما، جوانان امروز ایران، بتونن آرام آرام تکلیف خودشون رو با دینشون، باورهاشون و با مسائل عمیق زندگی پی بگیرن تا تحولی در کشور ما به وجود بیاد. سپاسگزارم جناب مانی از برنامه خوبتون و سخنان شیرین سخنان شما و جناب مردمانهی. منم از شما سپاسگزارم. آقای آرامیان، شنوندگان عزیز، آنچه که شنیدید میزیگرد فرهنگی رادیو مانی بود پیرامون موضوع استبداد و آزادی، مستبدین و ادعاهای آزادی شد. شما اگر در این باره ها به ما نقد و نظری دارید و اگر پیشنهادی دارید، میتوانید با یک که این دوستان که در میزیگرد هستن اگر بهشون دسترسی دارید در میان بگذارید، یا با ایمیل رادیو مانی با ما در میان بگذارید. ما حتما بهش توجه میکنیم، مطرحش میکنیم، درباره سخن میگیم. ایمیل ما هست radiomani2012@gmail.com و حتی اگر مایل باشید به صورت شنونده در این برنامه در میزیگرد ها حضور داشته باشید یا گوینده و صاحب سخن، باز هم من رو خبر کنید از طریق ایمیلی که گفتم، ما در خدمت شما خواهیم بود. من شما رو به دست اندیشه و خورشید روشن اندیشگی می سپارم تا برنامه دیگر بدرود.